چند سال اخیر همونطور که میدونید مسئله آب در صدر اخبار قرار گرفته و اینکه ما کم آب هستیم و داریم این مشکل برمیخوریم. مسئله آب‌های زیرزمینی ما از اون جدی‌تر شده. برای مثال میگم کرمان 900 میلیون متر مکعب آب کم داره و خیلی بیشتر از بارش سالانش از منابع ذخیره‌اش داره استفاده میکنه. برای اینکه بتونیم به این مسئله در واقع فعال بیایم و ببینیم چطوری میشه مشکل حل کرد، معمولا راه‌حل‌های زیادی مطرح میشه. بعضی راه‌حل‌ها راه‌حل‌های سازه‌ای هستند، مثلا میگن آب بریم از عمان بیاریم. بعضی وقتا میگن چاهای عمیق حفر کنیم، یعنی ژرف بیش از 1000 متر. اما واقعیت اینه که دنیا جوابای دیگه‌ای برای این کار داده. ما همچنان مسئله آب و محدودیت‌هاش رو داریم. یعنی دیگه نمیشه مثل قبل گفت که آب یه چیز تجدید پذیره با این وسعت و با این حجمی که انسان استفاده می‌کنه. این استخر مشاهده بکنیم مثلا 10 سال پیشتر، 8 سال پیشتر این استخر در حد 10 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت پر میکرده. حالا این آب ببینید، اگر ما نزدیک 48 ساعت اگر این آب بیاد، شاید این استخر پرش تقریبا 1/4 آب هم نمونده. یعنی از 10 سال پیشتر آب به 1/4 رسیده. عرض کنم خدمتتون، ما اینجا که الان واستادیم این روستای همت آباده که حدود 300 سال خدمت داره. آب قنواتش تقریبا تا دهه 50 نزدیک 150 هکتار زمین رو آب میداد. بر اثر موتورهایی که تو دامنه قنوات سوی طرف و طرف زدن هی آب کم شده تا 85 هم فعال بوده. از 85 این باقاتی که الان میبینی راه شده تا 85 اینا محصول میداده، محصول خوبی هم میداده، بهترین محصولی هم که میداده تقریبا هکتاری حداقل 2 تن پسته میداده. و الان به خاطر این کم آبی هایی که ایجاد شده دیگه اینا تقریبا راه شده یا از بین رفته. 2 تا موضوع، یکی کم بوده آب بود، یکی خرد مالکین، که این چون این روستا به عنوان خرد مالکین تلقی میشده، ملکشون ناچیز بوده، توان ادارش نداشته. تقریبا 70% منابع آب کشاورزی ما رو از آب زیرزمینی تهیه میکنن و 30% منابع شرب رو. خب راه حل چیه؟ تقریبا 10 سالی هست که ما داریم به مسئله فکر میکنیم. در آب منطقه‌ای طرح شده، در گروه های مختلف دیگه دانشگاهی طرح شده که چه باید کرد. بسیار وقتا شکست در مدیریت یه منبع عمومی مثل آب صرفا به دلیل مسائل فنی نیست، بلکه به دلیل مسائل اجتماعی میتونه باشه، به دلیل فقدان برخی از هنجارها. این شد پایه اصلی کار ما. یعنی با یه همچین پیشفرضی شروع کردیم و دعوت کردیم اینکه یه سری گفتگوها در سطح همه آبران زینفعان برقرار بشه. در قالب یه پروژه برای شرکت آب منطقه کرمان این تعریف شد. توی این پروژه قرار شد که ما با کشاورزها و به ویژه کشاورزها و سایر آبران صحبت کنیم. حداقل 700 نفر رو ما صحبت کردیم. حداقل 500 نفر مصاحبه چند ساعته باشون انجام دادیم و در نهایت بیش از 50 بحث گروهی متمرکز به همراه 2 تا نشست خیلی بزرگ در سطح ملی برقرار شد، برای اینکه ببینیم واقعا راجع به مسئله چجوری باید فکر کرد، حتی نه اینکه به چه راه حل بسید، اصلا تغییر مسئله چی میتونه باشه. ما باید به مردم یاد بدیم این واقعیت رو که بدونی که بترسونیمشون. ایجاد وحشت کردن با اصل قضیه درست این وحشته هست. خود وضعیت وحشتناکه. ولی ما نباید تشدیدش کنیم. تصادف کردیم، حالا ببریم با این یقه هم بگیره شروع کنه هم گیر زدن. یکی از ما مقصره، یا اون طرف یا ما، دوتا راننده یکی مقصر یا دوتا. ولی اگر بخوایم بندازیم بگیم که تو بودی کار درست نه، دعوا میشه هم بیارم میزنه اون زن زن پسر خالش میمون پسر همهش میاد یا بخوایم این 500 آدم سری تصادف کچولی درگیر شدن و دو ترسوندن مردم اینجا کجا برن؟ برن دور کرمان. من یه بار به استاندار گفتم بیان اونجا که شما جز افتخاراتش میدون و در فیلمی نشون میدادن که زمینخواری هایی که اطراف شهر صورت گرفته، حاشیه نشینی ها رو لوزر رو برداشتن، زمین ها رو گفتم ببینید ما اگر دوباره از این مهاجرت کنیم بریم اونجا همین اتفاق سرون میفته، لوزر رو برمیداره، دور من رو میکنه،
دار خونه های ما هم بچه برو ما پولی نداریم اونجور زمین بخیر مجبور آشین نشینی کنیم. خیلی وقتا ما تو مدیریت یه منبع مشترک شکست میخوریم، یه منبع مثل آب زیر زمینی، و دلیلش اینه که ما هنجارهای مشترکمون شکست خورده. یه هنجارهای مشترکی تو جامعه وجود داره، برای مثال قبلا توی بحث قنوات وجود داشته، که اونا هزینه های پایش رو، هزینه های تنبیه رو کاهش میدن. از این هنجارها به عنوان سرمایه اجتماعی یاد میشه. شکست در حفاظت یک منبع و مدیریت هم گاهی اوقات فقط ناشی از این واقعیت میتونه باشه که مشارکت کنندگان ظرفیت برقراری ارتباط با همدیگر رو ندارند و نمیتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن به دلیل بی‌اعتمادی و هیچ احساسی هم نسبت به اون آینده مشترکی که قرار رقم بخوره براشون ندارن. هر کس تک تک به منفعت کوتاه مدت خودش دنبال میکنه. بنابراین این گفتگوها خودش خیلی بستر مهمی بود برای تقویت این ارتباطات اجتماعی و در نتیجه سرمایه اجتماعی افراد و شاید یک کلید مهم برای حل مسئله مشارکت باشه. حالا شما میخواهید 20 سال توی هست که بگید که چه اتفاقی تو رفسنجان میفته، چه اتفاقی تو استان میفته. همه جا ما قطعا کم آبیم، همه جا تو استفاده از آب بیروی عمل کردیم، مشکل برای خودمون درست کردیم. مهمتر از این که برای خودمون مشکل درست کردیم، ثروت آینده رو خوردیم. ثروتی که بال ما نبود، بال نسل آینده بود. این خیلی بده. من از آقایون خواهش میکنم رو این خیلی تحمق کنیم. دولت هیچی نگه، کاری به کار ما نداشته باشه، ما این راه رو پیش بریم. آیا موندگاریم؟ هیچی نگه، واقعا موندگاریم. این بعد موضوع ما داریم میبینیم به عینه. آب 6 متری رسیده به 300 متری تا 30 سال. این که دیگه سر جادو نیست، این واقعیه. همه شما با چشم و گوش و خونتون درک کرده. پس نتیجه نه، یک کاری باید بکنیم. ما تحصیلگریه توی این پروژه. تحصیلگری یعنی گفت شروع آزاد بین افرادی که دیدگاه های مختلفی دارن. بحث و جدلی در کار نیست، برنده و بازنده هم در کار نیست. افراد در کنار هم میشینن، به نوبت صحبت میکنن، به حرفای همدیگه گوش میدن و در نتیجه در ادامه گفتگوهای همدیگه به یه راه حل میرسن. منابع آب زیرزمینی منابع بسیار پیچیده‌ای هستند، سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که به سادگی نمیشه درش دخل و تصرف کرد و برای مدیریتش به اجماع و توافق رسید. و همونطور که میدونین ذینفع‌های متنوع با منافع متضاد هم در این سیستم‌ها درگیر هستند. پس برای اینکه این ذینفعان بخوان تصمیم بگیرن که چطور میخوان این منبع مشترکشون رو مدیریت بکنن، اول لازمه که بتونن همه با هم گفتگوی آزاد و روشن داشته باشن. بنابراین بعد از شناسایی این افراد در 3 مرحله اونها رو برای میزبانی جلسات گفتگوی آب در محلهای خودشون آماده کردیم. مرحله اول پرداختیم به اصول و ارزش‌های بنیادین تحصیلگری، اینکه چه ضرورتی هست به وجود تحصیلگر در جلسات گفتگوی آب و برقراری ارتباط مؤثر بین ذینفعان که اون فضای باز و آزاد گفت و شنود شکل بگیره. 15 اسفند 96 ما از همه کسانی که تو جلسات قبلی ما رو همراهی کرده بودن دعوت کردیم در این نشست شرکت کنن. کشاورزان، کارشناسان، مسئولان دولتی از سازمان‌های جهاد کشاورزی، آب منطقه، آب و فاضلاب، افرادی از دانشگاه، رسانه، نمایندگان صنایع کوچک، خیلی از این افراد به دعوت ما پاسخ مثبت دادن. 135 نفر در این نشست شرکت کردند. این گفتگوها برای ما جای امیدواری بود، به خاطر اینکه این اعتماد رو داشتیم که تعادل بخشی منابع آب و زیرزمینی نیازمند رسیدن به درک مشترکه و رسیدن به راه حل شده. محدوده مطالعاتی دشت رفسنجان که من خودم تحصیلگرش بودم 3 تا تحصیلگر داشت تا بتونه چرخش گفتگو رو بهتر کنه و سوالات کشاورزان رو بهتر بحث بگذاره. هدف این برنامه تمرین یک گفتگوی جمعی بود. در پاسخ به این سوال بود که اگر قرار باشه انجمن آبی تأسیس بشه و کار کنه، چه فعالیت‌هایی رو باید انجام بده؟ یکی از فعالیت‌هایی که در مسیر پروژه انجام شد، سمینار نقش ارتباطات اجتماعی در مدیریت منابع آب زیرزمینی بود. این سمینار در سطح ملی برگزار شد و نهادهای مختلفی از این سمینار حمایت کردند. اساتید رو از تهران دعوت کردیم تا شنونده صدای گروه‌های مختلفی باشن که در آب فعال هستن، به شکل مختلف، زینفعان، زیمدخلان.
و این نشست در واقع سمینار یک تفاوت خیلی اساسی با سمینارهای دیگه داشت، اینی که اجازه داد که قبل از اینکه اساتید بخوان جوابهای آماده‌ای رو در اختیار ذینفعان قرار بدن، فرصتی به ذینفعان داده بشه. خدا دیگه اینطور من فکر میکنم برای خودم هم پیش اومد، همین روز گذشته من تالار رهده دعوت بدم جایزه افضلی پور به صورت فقیر رو دادم به یه شرکتی که 4 فولاد رو زده تو بهترین جایی که میتونه. خب واقعا این چجوری هست؟ یعنی چه شما من تو همین دانشگاه روز گذشته تو سالون مجاور میدونم یه شرکتی که نبایسته میاد جایزه برتر افضلی پور رو میگیره از دست همین اساتید همین دانشگاه و بعد خب این مسئله باید واقعا چجوری هم بشه؟ من میگم 300,000 نفر هم اشتغال آفرینی کرده از خوبه. خب شما باید این رو هم یه جوری تو هم متخصصین تو هم دانشگاه هم نتونستید حل کنید، حالا عوام من کار ندارم، یعنی شما هم تو متخصصین هم این رو پس حل نکردید. یکی از بخش‌های جالب این سمینار بازی پازل بود. در نیمه برنامه سمینار از همه شرکت کنندگان خواستیم در بستی که به هنگام ورود تحویل گرفتن قطعه پازلی رو پیدا کنند و بر روی میزی که به همین منظور طراحی شده بود قرار بدن. این بازی هدف ویژه‌ای رو دنبال می‌کرد. یه خواب طلایی، یه رویای قشنگ داری و می‌دونی چی می‌خوای. همین الان بگم نمی‌دونی. تک تک ما حتی راجع به آینده مزرعه خودمون هم اگر هیچ محدودیتی نباشه یک ایدئال نداریم. فرض کنیم داریم. این ایدئال پیش روی ماست و میخوایم بسازیمش. اون چیزی که ساختیم اون تو جلسه خیلی خوب بود. اما این بود. چقدر قطعه خالی؟ بعضی ها نبودن. کیا الان کارتشون رو پنهان کردن؟ دستش کیه؟ یکی از پنهان، یکی شما این زراعت کاره پنهان کرد، ولی که آدم اطلاعات پنهان داری؟ دیگه کی پنهان کرده؟ آقای انجمنشاه، یکی از کسایی که شاید این پول رو میتونستن تموم کنن. دیگه کی پنهان کرده؟ آقای نعمت‌الله بخش رسانه ای بخش پنهان یکی گم کرده. شاید دارم که تو کیسه من اصلا یکی کش ندادن دیگه چی کسی؟ آقای رضایی کجا هستن؟ آقای رضایی کارت رو گذاشتن تو جیبشون رفتن که از بخش کشاورزی. آقای علوی، مهندس علوی خودمون که رفتن ایشون نگرفتن اصلا کارت رو قبول نکردن. اصلا کارت رو قبول نکردن. یعنی خیلی ها نمیاد سر میز بشینن، خیلی ها از این نیست چیزی به یادشون نمیمونه و گم میکنن، خیلی ها پنهان میکنن، خیلی ها اهمیت نمیدن و از خیلی ها که دستشون بوده ما اصلا نمیپرسیم تو آیا کارتی داری یا نه. حاشیه داستانم فکر کنیم جوان دانشجو چه اهمیتی داره؟ اصلا چرا ما باید کارت این تصویر زیبا دستش باشه؟ دست آقای ازانفر. پس اصلا ساده نیست. ما واقعا وقت میخوایم اولا چشم‌اندازهامون رو بشناسیم، بدونیم اون رویای قشنگی که برای آب داریم چی هست. دو نفری حتی به توافق نمیرسیم. شما دوستان، ما وقتی میام جلسات با آقای مثلا خانی گفتگو میکنیم، ایشون لطف میکنن 10 از دوستانشون دعوت میکنن، دفعه بعد که میریم میشه 4، دفعه بعد که میریم میشه 15. یعنی هنوز باور نداریم که با هم بودن و کارت رو سر میز گذاشتن میتونه یه تصویر قشنگ. هنوز هم دلمون میخواد اون پوستر آماده برگرده دیوار توسط کسی زده بشه. ما معمولا برای بارون دعای بارون میخونیم، اما این بار لازمه که فقط برای بارون دعا نکنیم، برای بارون امسال دعا نکنیم، بلکه برای بارونهای هزار ساله و میلیون ساله که برای سرزمین باریدن و ما رو خوشسالی نجات دادن، یعنی برای آبهای زیرزمینمون هم دعا کنیم. این دعا وابسته به اینکه ما همه در یک جمعی کنار هم قرار بگیریم، به هم اعتماد کنیم، حرفامون رو بشنویم و طرح مسئله کنیم و به راه‌حل‌هایی برسیم که از این موقعیت سخت بیرون بیایم. من خیلی به این شعر حافظ علاقه دارم و فکر می‌کنم جواب خوبی داره برای این حال ما. یارب از ابر هدایت برسان بارانی زان پیشتر که چو گردی زمیان برد.